ارحموا من فی الارض ارحمكم من فی السماء. رحم بکنه برای کسانی که در روی زمین هستن، انسان هستن و قابل رحم هستن، تا اینکه خداوند تبارک و تعالی به شما رحم بکنه و مهربانی کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم به تمام بیننده های گوهرنما. دوست عزیز، شما عزیزان خوش آمدید میگم به برنامه امروزی ما. طبق معمول باز هم به یک فامیل آمدیم، سر زدیم، خواستیم دردها، رنجها، مشکلات خودشان به زبان خود با شما عزیزا شریک بکنه و تا شما بفهمین که اینا دارای چی مشکل هستن، چه رقم زندگی خود پیش میبرن. معمولا دوستا همگی خبر هستن، افغانستان کشور هست که بالخصوص طبقه یتیم، بیوه، همی طبقه بسیار زیاد ضعیف زندگی دارن، حتی به حد هستن که گاگای وقت حتی به خانه هایشان سر بزنی حتی هیچ چیز ندارن. ضعیفترین طبقه در افغانستان همی طبقه هست. دیگه خواستیم این فامیل هم دوست عزیز که شما از آن یک جای داستان قصه زندگی دیناره شریک بسازیم تا باشه که دوستایی که کمک کردن بفهمن که به این فامیل محترم کمکشان رسید و دوستایی که در آینده میخواین با اینا همدست شوان کمک بکنن، ما بتانیم یک پل خوب باشیم بین شما و بین عزیز فامیل بی بزاحت و یتیم. خورجان سلام علیکم. خوب استین؟ بخیر. اولتر از همه خورگولو میره بگو که شوهرتان چی کاره بود و چه رقم چی حادثه رخ داد که فوت کرد؟ شوهر ما دلیور بود، موتر مردم می چلند. دیگه باز امن قلبی هم از سیم رمضان بود، روزه دادانش بود، دیگه محمله که هم از دیگه فوت کرد. این 6 سال میشه از فوتش میشه، 5 تا شتک خورده ریزه پیش ما. دیگه کلان کردن شتکات زیاد مشکل بود، ما به بسیار مشکلات به این سن سال رساندی میشنه. بسیار مشکلات دیدیم در زندگی. دریور بودن؟ دست سیوم رمضان گفتن. سیوم رمضان. الله جنت الفردوس نصیبش کنه. خب زندگی معلوم نیست که چی وقت که چند دقیقه چند سال زندگی میکنه، فقط بهترین چیزی است که انسان از خود عمل نکنه. خب خودتان چی مصروفیت دارین؟ من هیچ مصروفیت ندارم. خانم خانه هستم دیگه. یکان جایی که کالشی پیدا شد مثلا مرخواستان میرم کالشی چیزا میکنم، یکان کارخانه یه مردم هم میکنم دیگه. خب یعنی دیم کالشوی میکنی و یکان در خانه مردم خلاصه کالشوی و جارو هر چیزه که باشه. خیر، چند تا طفل گفتین؟ 5 تا طفل دارین؟ بله هم 5 هست. کلانش چند سال هست؟ کلانش 15 هست. 15 است. چی میکنه؟ بچه هست یا دختر؟ نه بچه هست که صبح میره از مکتب تا چاش 12 بجه که آمد باز آرازو یک لغمه نانچه سارو میخر، بعد از چاش باز میره تا این مکرویان چی میکنه؟ کراچی دوانی. کراچی وانی میکنه در مکرویان؟ و این دیگه دخترک های تی دیگه طفلک های چی در چی کارا مصروف هستن؟ یه بیکار هستن، مکتب میخوان. مکتب میخوان. خب طوری که خودتان گفتی دختره کلان تان آلکت بچه تان مکتب است؟ بله. حالا می 3 تا طفلک اتیجه است؟ بله، پشمان 3 تا. خب از لحاظ خرچ خوراک چطور استی؟ چی داری در خانه؟ آرد، برنج، روغن، فعلا چی دارین شما؟ چی بگویم، هیچ چیز در خانه نداریم. امروز ما قرض کردم از صاحب خانه به یکان خرچ خوراک ما. خب یعنی که ایجا که خانه تان هم کرایی است؟ خانه رو 3.5 هزار کرا میتونم. 3.5 هزار؟ باز دی ماهانه دی مشکل روبرو نمیشه به خاطر کرای خانه؟ میشیم دیگه که قرض میمانه، باز تا از یک تو ماه سه ماه یک جا مانه
قرض نمانیم باز هنگ بایست دست ما شد کم کم داره میریمش. خانه شابات کم کم مراحت میکنه. خب گفتین در خانه چیز ندارین از لحاظ مواد خوراکی و چیزا؟ میتونین که بررسی هم کنین یه چیز در خانه ما نیست. نخواهش میکنم انشالله که با ما گفتنم. خب بازم چون که من میخواهیم امیر کل دوستا بشنوه، ما قبلا دیدم هم خب خیر بازم میخواهیم که امیر کل دوستا بشنوه. خب عزیز به ما بگوین که با تفلکایتون کالا چقدر وقت پیش کالای نو چیزی گرفتین نگرفتین بود چیزی میده دمیر رمضان برم همو یکان دوستا که زکات روزی خدا هم تفلای ما برشان زکات روزی خدا کالا روی کردن دیگه ما برشان دیگه اید برشان کالا میتونم جور کنم هورم مخنم نمیکنم همو کسایی که دلش میسوزه زکات رو دکانه خدا روی میکنم باز موره برشان میسوزه خلاص دیگه. یعنی همون کسایی که فطر روزه و زکات خود رایی میکنن همون با شاید کالا اتکر چیز رایی کنن همون رو جور میکنن ندفتن همه طور است. حضی بگو خواهر گلم که خواهش چی است از او در خواهرها برادرایی که یک ذره اقتصادشان خوب است و فعلا ویدیو شما را میبینن و شما من حیث یک خواهر فقیر، من حیث یک خواهر که از لحاظ اقتصادی شما ضعیف هستین، شما چی میخواین از برادرها و خواهرایی که میبینن فیلمتان فعلا؟ از او حال نیمی تقاضا را دارم که دست ما را بگیرن کمک ما کنن اتیمای ما به یک جای برسن یک تحصیلشان شه یک مثلا بسیار مشکلات داریم که حال کنیم به مشکلات ما را برسن زیاد مشکلات زیاده انشالله که خواهرها و برادرها ما شنیدن گفتنی هایی که داشتین گفتین اونا هم شنیدن با امید از اینکه بتانیم در آینده هم یک خواهر یک برادرش باشد تا که دست شما را بگیرن به واقعیت. خب نامه که چی هست قنده بدر؟ فرشاد جان. فرشاد جان واقعا جان فرشاد عزیز صنف چند هستی؟ سه نام خدا چند نمره هستی؟ چهارم نمره. نام خدا چی خوش داری فرشاد؟ در خوراکا کدام نام زیاد خوش داری؟ لوبیا. لوبیا یک چیز واقعا کلگی دوست داره. خب چند جوره کالای نو داری؟ هم یک جوره دارم. هم یک جوره که پوشیدی؟ نه در بکس هم هست. خوره دیگه با میمانی هم ماندی اگه آنجایی که بری باز میپوشیم. بود چطور؟ بود یک دو جوره دارم، یک دو جوره چپلق دارم، یک جوره بود دارم. نو از بودت؟ یا کونه هست؟ نه کونه هست. خواه کونه هست. خب تو چی میخوایی از کسایی که ویدیوی تا میبینه؟ من حیث برادر خوردشم. کمک. خب انشاءالله کلگی میشنم. خب خواره قند نامک تو چی هست؟ فاطمه. فاطمه جان صنف چند هستی تو؟ صنف شش. خب درس های دینی هم میخوانی؟ بس. چی میخوانی؟ قرآن کریم دنیا. در مسجد میخوانی؟ در ایجا؟ ختم کردیم قرآن شریف در مکتب. خال در مکتب میخوانی دنیا تا؟ بله. باز قرآن شریف باز شروع نکردی که ترجمه یا چیز بخوانی؟ شروع کردیم. خب بیا خیلی باشه خدا من کامیابت کنم. چند جوره خودت کالای نو داری؟ یک جوره. یک جوره تو هم یک جوره بود چند جوره داری؟ یک جوره از مکتب یک جوره عادی. دو جوره یعنی یک جوره از مکتب داری یک جوره هم تا عادی جایی که میری. خودت چی میخوای از خواهرای برادرای که ویدیو تا فعلا میخوام میخوام که به ما کمک کنم انشالله. نامک تو چی هست؟ فریبا. فریبا جان صنف چند هستی تو؟ مکتب نمیخوام. هنوز شامل نشدی؟ خود شامل کنه بخیر در مکتب. خود تو چند جوره کالا داری فریبا جان؟ یک جوره.
یک جوره، کلت یک جوره داریم. بیا خیر باشه انشاءالله که ما کوشش میکنیم یک جوره دیگه ما برتان بگیریم. دوست عزیز، ای فامیل محترم بود که ما زیاد نه به ما اندازه که ضرور بود از دلهای طفلایشان هم اما واقعیتهای را کشیدیم که چی دارن، چی میخوان، چی میکنن. شما از اون آشنا شده. من از زیادترین وقت باز دوستان انتقاد میکنه که چرا پرسان میکنی که کالا بود. من ایره به این خاطر پرسان نمیکنم، ایره به این خاطر پرسان میکنم بعض از دوستا بسیار سنگدل هستن و اوات فکر میکنن که من ایره شوق پرسان میکنم و به خاطر از اینکه یک حصه از برنامه را دوامدار بسازیم. نه، این را به خاطر از این پرسان میکنن که بعض خواهر و برادرای سنگدل که ما داریم اونا بفهمن که خداوند بر از او چقدر چیز داده. شاید که در الماری های زیاد کسا ده جور کالا باشه، شاید که در الماری های بسیار کسا ده جور بود باشه و شاید هم که بسیاری از کالاهایتان در فرمایش باشه و شاید هم جور کردین تا هنوز نپوشیدین. می را به شما میگم که این امتحانه که در دنیا الله به شما مانده، یتیم، غریب، فقیر، بیچاره، این از بخش از صدها امتحانه که الله بالای ما و شما نازل کرده در دنیا. یکی از اون امتحان امیتی ما هست که اینجا دیگه امتحان اقتصادی شما هست، کسایی که داره و کسایی که سنگدل است. من که از اینا پرسان میگم چند جوره دارین، بفهمین شما که خداوند به شما چقدر داده. باید شما از اون ده جوره تا دو جوره تا نمبر از یه اختصاص بدین. ایره ما به این خاطر پرسان میکنم و بسیاری مردم باز میگه که والا چرا سوال میکنن از خوراکشان. ما ایره برتان 100% گارانتی میتونم که در یخچال بسیاری از شما کم از کم میاد 5 رقم غذا ماندگی هست و این سوال ما که ما از اینا میکنم در خانه تان چی داری؟ خوردنی آرد، برنج، روغن و چی را خوش داری؟ اینا دسته که بیچارا در زندگی خود هزی سال دیگه سال اگر با گوشت روبرو شوند دیگه یا نمیتونن توان خوردن ندارن، چون که 1 کیلو گوشت در کابل گوشت سرخی از 400 بالا هست، گوشت استواندارش هم در خانه 300-350 هست. باز فامیلای یتیم و فقیر که هستن اینا آیدشان در روز 50-100 رپ هست از زیادترینش. این رو به این خاطر پرسان میکنم که شما بفهمین که از او 5 رقم غذایتان 1 رقمش حق از یا هست. از او پرخوری ها باید بسیاری ها پایین بین. بسیاری ها بفهمند که در ایجه کسای هستن که باید کاسه خود شما کتش نیم بکنه و این زمینه را ما ساختیم، ما سرتان جبر نمی کنیم. انشاءالله یک زمینه است، یک پل است که ما پشت سر خود دور دادیم، یک پل و ما شدیم از شما را با این فامیلا وصل میکنیم. یک چانس است که برتان مساعد شده، شاید در افغانستان بسیار کمی چانس مساعد شده باشه. دیگه سوال ما از این فامیلا و از این اطفال بی سرپرست یا از این اطفال بی پدر ای هستن که اینا پدرکایشان فوت کرده، اینا دردهای خود را از شما شریک بکنه تا که شما از رحمتهای خدایی که در زندگیتان الله جل جلاله به شما داده شما از اون واقف شوین و بفهمین که چقدر خداوند به شما رحمت داده، چقدر شما چقدر از رحمت باید با دیگرها شریک بکنین. و بسیاری اوقات انسان بسیار ناشکر می باشه و اینمی سواله که من از اینا میکنم که در خانه تان چی دارین، چی میخواین، چی میپوشین، خواهشتان چی است. این سوال به این خاطر است که شما از دانه بیدار بکنن، هم در عرصه زندگی که شما شکرگزار الله باشین و هم به این که شما 1 رپی از 100 رپی تان باید اختصاص بتین. من به یا نمیگم، البته در هر گوشه دنیا که هستی به یتیم، به بیچاره، به فقیر، به خاطر ازی در افغانستان پایین ترین طبقه مردم که زندگی بسیار خراب و خشته داره ای یتیم است و ما هم تصمیم گرفتیم که اینمیا را با شما وصل بکنیم. کسی که بر ما کمک کرده من زیاد ازشان تشکری میکنم. خدا اجر آخرت بتیشونه که دست غریب ها را میگیرن، دست یتیم ها را میگیرن. خداوند دستشان در دنیا آخرتشان خوب کنه، ایمانشان خوب کنه، خیر بینن. تشکر زیاد میکنم از کسی که بر ما کمک کرده. تشکر از شما. همچنان ما به نوبت از واس شما تشکری میکنم. خداوند مشکلاتتان حل کنه.
حبیبی. تشکر. از شما عزیزا هم تشکر. دوستا عزیز ما تشکری خاص میکنم از خواهر ما رونا جلندری که واقعا در سروی های خود از کمک هایشان ما مستفید شدیم و خداوند جزای خیر بده اونا را و کسایی که از اونا یک دست شدن کمک کردن و ما از کمک های از اونا اینه به هر فامیلی که میرسیم یک تعداد کمک ها را به فامیل های مریض و بیچاره که اونا را اکثرش حاضر تصویر نیستن. خب بعضی ها یک بخش از کمک ها را بر از اونا میتیم، یک بخش از کمک های دیگه شم که ما به فامیل های یتیم به بزاحت زمانی که میریم سروی میکنیم یک مقدار کمک میتیم. خب به هر حال ما تشکری خاص میکنم از او خواهرها و برادرهایی که با خواهر ما دست شدن و استاد شدن تا که دست یتیم بیوا فقیر افغانستان بگیرن. الله در او دنیا در میدان حشر سایه میدان حشر نصیبتان بکنن و از این کمک میکنین خودتان میبینین که این از قلبهای خود دردهای خود یتیما میکشن با شما میگن و ایر مطمئن باشین که انشاءالله الله حج رزیر از صد برابر براتان میتن. من دیگه دوستای عزیز برنامه امروزی خدا نمیجا ختم میکنیم تا برنامه آینده شما از آنها بالله یک دام سپاریم. شاد خورم باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.